داشت. این برنامه رو به زنان اختصاص دادیم، هرچند بد نیست که آقایون هم در این مورد اطلاعات داشته باشند و در مورد سلامت زنان بیشتر بدونن. یکی از اتفاقاتی که در بدن خانوما میفته پریود ماهانه است که شاید نحوه بروزش منحصر به فرد باشه، اما قواعدی داره که تقریبا برای همه زنان یکسانه و بهتره در قرن 21 با اطلاعات درست و علمی با این پدیده و سلامتیمون برخورد کنیم. پدر و مادرها هم بد نیست با این اطلاعات آشنا باشن تا هرچه بهتر بتونن در کنار دخترانشون باشن که برای بارای اول پریود میشن. مهمترین چیزی که باید درباره پریود ماهانه حواسمون بهش باشه، رصد کردن زمان پریود در هر ماه است. با اینکه این پدیده هر ماه اتفاق میفته، اما خیلی از ما زمان پریود بعدی یادمون نمیمونه و حتی بعضی از ما نمیتونیم نظمی از زمان پریود هر ماه در بیاریم. امروز میخوام دو تا اپلیکیشن بهتون معرفی کنم که به شما در زمینه پریود ماهانه کمک میکنن و در کنارتون هستن تا حواستون به بدنتون و سلامتیتون باشه. اولین اپلیکیشن اسمش کلو هست. این اپلیکیشن در هر دو تا سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس و رایگانه. اپ رو که نصب کردین، اول سوالاتی رو ازتون میپرسه و بعد وارد بخش اصلی اپ میشین. قیافه این اپلیکیشن خیلی دوست داشتنی و کاربردیه. خیلی راحت روزی که میخواین رو از روی تقویم میتونین انتخاب کنین و اطلاعاتی که میخواین رو دربارش وارد میکنین. مثلا اگه روز اول پریودتون هست، اون روز رو انتخاب میکنین و مشخص میکنین که میزان خونریزیتون چقدره. اما بخش اصلی این اپلیکیشن قسمت Your Current Cycle هست. دایره قرمز رنگ وسط با عنوان Enter Today's Data رو که بزنین، میتونین اطلاعات مربوط به امروز رو وارد کنین. این دکمه رو میزنین و 6 تا گزینه رو میبینین که البته قابل افزایش هم هستن. این گزینه ها شامل Bleeding مربوط به خونریزی، Pain مربوط به درد، ایموشنز مربوط به حس و حال امروزتون، اسلیپ که مال میزان خوابه، سکس اگر سکس داشتین امروز مثلا آیا محافظت شده بوده یا نه، و انرژی که میزان انرژی امروزتون رو وارد میکنید. دایره‌ای که در صفحه اصلی کارن سایکل میبینین در واقع سیکل پریود ماهانه شماست که اپ کلو پریود بعدی شما رو یادآوری میکنه و بر اساس اطلاعات شما به شما کمک میکنه. هرچی از کلو بیشتر استفاده کنین، بیشتر شما رو میشناسه و این سیکل دقیق و دقیق تر میشه، به طوری که خواست بدن شما و نحوه پریود شدن شما خواهد بود. در سیکل اصلی سه بخش رو میبینیم. اولی The Period که روزهای پریود شدن شماست. دومی Fertile Window که مربوط به زمانی که شما میتونین باردار بشین. در واقع زنان فقط در زمان تخمک گذاری باردار میشن و زمانی که تخمک گذاری انجام میشه فقط 24 ساعت زمان برای بارداری وجود داره، در حالی که اسپرم مردان میتونه 5 روز در رحم دوام بیاره و زنده بمونه. بنابراین از 5 روز قبل از تخمک گذاری تا 1 روز بعد از اون احتمال بارداری وجود داره. این 6 روز رو میتونین در بخش فرتایل ویندو در سیکل ببینید. بخش سوم هم PMS رو نشون میده. PMS در واقع وضعیتیه که بسیاری از زنان در روزهای منتهی به پریود شدن دچارش میشن و علائم مختلفی از جمله بی‌حوصلگی، افسردگی، کسالت، خستگی، زودرنجی، عصبانیت ناگهانی و احساس خارج از کنترل بودن دارن. این روزها رو هم میتونین در بخش PMS توی سیکل ببینید. یه اپلیکیشن دیگه که میخوام بهتون معرفی کنم جز بهترین و محبوبترین اپلیکیشن ها در همین زمینه هست و به سلامتی شما کمک میکنه. برای کسایی که از گوشی ها و تبلت های اندرویدی و iOS استفاده میکنن، اپلیکیشن Period Tracker رو پیشنهاد میکنم. این اپلیکیشن توسط بسیاری از افراد تا حالا استفاده شده و آمار استفاده کنندگانش در گوگل پلی بین 10 میلیون تا 50 میلیون نفره. ریویو ها هم محبوبیت زیاد این اپلیکیشن رو تایید کردن. بیش از 220 هزار نفر در مورد این اپ نظر دادن و امتیاز 4.4/5 هست. در ضمن یه اپلیکیشن مناسب و خوب دیگه هم هست به اسم Fertility Friend که استفاده از اون رو به آیفونی ها و آیپدی ها توصیه می کنم. این اپلیکیشن برای نسخه iOS 7 به بعد مناسبه و یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین الگوریتم ها رو برای محاسبه به کار می بره و میتونید تا حد زیادی به نتایج اون اعتماد کنید. اگر به هر سوال و مشکلی در این زمینه برخوردین، با کارشناسای تواناتک از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید.